سیمین بارکزای نماینده هرات در مجلس نمایندگان برای بحث بیشتر با ماست. خانم بارکزای سلام بر شما، سپاس از ظهورتان. افزایش خشونت‌ها در برابر زنان در ولایت هرات نگرانی زیاد را به بار آورده. دلایل افزایش این خشونت‌ها را شما در چی می‌بینید؟ درود به شما و سلام خدمت بیننده عزیز تلویزیون طلوع نیوز. چند عامل که در هرات وجود داره، یکی فقر، بیکاری، بیسوادی و سنتگرایی مردم هرات و اطراف هرات باعث شده که نسبت به دیگه ولایت ها خشونت در هرات زیادتر باشه. متاسفانه در هرات وضعیت طوریه که مثلا خانم ها عدم دسترسی به تحصیلات ندارن و در خود مرکز شهر بسیار کم خانواده اجازه میدن به تحصیلات عالی دخترها برسن، اما در اطراف ها ولسوالی ها اطراف که برای شما حتی امکانات تحصیل هم هست مقدور نیست و خانواده های اجازه نمیدن. و از طرف دیگه خود می فقر و بیکاری باعث شده که خشونت ها در خانواده ها صورت بگیره و نبود کار و بعضی موضوعات دیگه. یک مشکل دیگه هم که در هرات وجود داره، همیشه یک شهر مرد سالاریه و هر مردی که خشونت در مقابل زن صورت داده، انجام داده، او به چنگال قانون مگه سپرده شده با کمتر هزینه پولی که یا به سالنوالی داده یا به محاکم در هر صورت یا به خود مقامندنی یا ارگانی که اونجا دستگیر میشه داده میشه و اون مرد رهایی پیدا میکنه. بخاطر از این ترس وجود نداره و حتی مثلا خانم هایی که همیشه شاکی هستن، مشکلات هایی که در هرات وجود داره، میان صحبت میکنن، مثلا میگن که وقتی ما با خانواده در خانواده با همسرمون مشکل داریم و میگیم که ما شکایت میکنیم علیه شما، اونا میگن نهایتا ما کمی پول مصرف میکنیم و هیچ کاری حکومت برای ما انجام داده نمیتونه. عملی نشدن قانون، موجودیت مافیات و رسیدگی نشدن به این قضایا از دلایل عمده افزایش خشونت ها است. دقیقاً. و ازدواج های اجباری بیشتر به هرات و ولسوالی ها وجود داره و بعضی موضوعات دیگه که مثلا یک دختر خانم علاقمند یک کس دیگه است، او به زور به کسی دیگه، به عقد کس دیگه در میاره. خب طبعا او مشکلات هایی که داخل خونه به وجود میایه منجر به خودسوزی و میبینیم حوادث دیگه که اتفاق میفته به هرات، ما شاهد از او هستیم. و وزارت امور، ریاست امور زنان همیشه وقتی که ارتباط داریم با اونا، همیشه شکایت ازی دارن که واقعا رسیدگی درست به عرایض زنها و مشکلاتی که زنهای هرات و اطراف ولسوالی های هرات داره، قانونمندا به اونا واقعا رسیدگی نمی کنن و خود از این باعث شده که خشونت زیادتر صورت بگیره به هرات. ولی در یک دهه گذشته چی کارایی هم صورت گرفته؟ حداقل موضوعاتی که برمیگشته در راستای مبارزه با خشونت در برابر زنها و کارهایی که در این زمینه شعارایش بلند شده که عملی شده و صورت گرفته، نتایج اینا چیست؟ متاسفانه همیشه در حد شعار بوده. به خاطر پیشتر هم براتون گفتم وقتی که هر کسی که خشونت انجام داده در مقابل یک خانم، او به چنگال قانون سپرده شده، اما بعد از مدتی رهایی پیدا کرده. و هیچگاه ما شاهد از این نبودیم که مثلا یک آقا بدون اینکه دلیل موجهی داشته باشه، خانم خب به قتل رسونده و او به چنگال قانون سپرده میشه، اما مجازات صورت نمیگیره در مقابل این آقا. که ما همیشه طرفدار از این بودیم و همیشه گفتیم که باید در ملأ عام، حداقل در رسانه ها گفته بشه و این اشخاص باید تا که مجازات نشن هیچ گونه ترس و احساس مسئولیت در مقابل زنا وجود نداره، مخصوصا در هرات. و به خاطر همین شکایت ها همین زیادتر همی است که مردها میگن که ما با کمی پیسه دادن رهایی پیدا میکنیم و هیچ بودن کس بودن سطح آگاهی مردم هم تا چی یکی از دلایل دیگه میشه بشماری میشه. یکی از مشکلاتی که وجود داره امروز، زنها و مخصوصا دختر خانمای جوان از همو حق حقوق و آگاهی پیدا کردن و طبعا میخواین که رشد کنن و دوش و دوش مردها کار کنن و فعالیت کنن. اما سنتی بودن هرات مخصوصا ولسوالی ها باعث شده که واقعا دست خانم ها از کار کشیده بشه. و اگر
شما مطلع هستیم همه وقتی که به هرات سفر میکنیم به ارگانهای دولتی یا غیر دولتی وقتی میریم واقعا کمتر خانومی میبینیم، با وجودی که دختری تحصیل کرده داریم اما کمتر خانومی میبینیم که در عرصه اجتماعی اینا بروز کنن و کار کنن، به خاطر که هم خانواده اجازه نمیده هم محیط طوریه که احساس آرامش او دختر نمیکنه. به خاطر از این وقتی که یک دختر تحصیل کرده است و به خانه است و اونم حتی به طبق میل از او ازدواج صورت نمیگیره، طبعا همین حالت میشه که به خشونت میانجامه و نتیجه یا خودسوزی یا خودکشی یا خشونت علیه از او صورت انجامه. ولی نامنی تا چید یکی از دلایل دیگه شمرده میشه؟ واقعا فکر میکنین که این موضوع هم تاثیرگذار بوده؟ دقیقا، به خاطر که بعضی خانواده هم علاقمند ازی هستن که فامیلینا برن و به دسترسی پیدا کنن به او کارهایی که میخواین انجام بدن، اما وقتی که ناامنی وجود داشته باشه، وقتی که یک خانم جرأت از این نداشته باشه به سرک میبره، همه جا برای اون مشکل است، اختطاف ها وجود داره و دید مردم نسبت به زن ها واقعا به هرات نسبت به دیگه ولایت ها در مورد زن ها کار نشده و کسانی که در هرات مسئولین هراتی نتونستن اونطور که جایگاه زن تسبیب کنن، به هرات نتونستن جایگاه زن پیدا کنن و بسیار ما میبینیم کمتر خانومی در هرات هست با تحصیلات عالی که به یک درجه بالا برسه و خود از این مشکل برمیگرده به اما خانم بارگزای بس دیگه این است که ولایت هرات مشهور از برگ ولایت بسیار فرهنگی و سابقه تاریخی درخشانی که داره. دقیقا، با وجودی که یک شهر علم و فرهنگ همیشه گفته میشه اما در راسته زنها متاسفانه کار نشده و خود مردها هیچ گونه خود برتر از زنها میدانند به هرات و او صلابت زن زیر سوال میبرند و همیشه همون احساس، مثلا در یک خانواده اگر چند تا دختر تولد میشه، دو دختر، سه دختر که تولد بشه، اینقدر بحث و حرف و حدیث هست که خانواده او مرد دنبال گرفتن یک خانم دیگه برای فکر میکنین که مرد خانواده میشن. این خاصیت تنها برمیگرده به مردان هراتی یا این که بگویم در افغانستان یک چیز عام است دیگه؟ متاسفانه در افغانستان کلا مرد سالاری وجود داره و در افغانستان واقعا گفتم زن به جنس دوم میبینن و حتی مثلا یک خانومی شوهر جوان است، شوهر فوت میکنه، خانواده این مرد احساس میکنه این اسلام نگفته، طوری برخورد میکنن که این مالک از او زن هستن و به زور باید به عقد یکی از این خانواده در بیایه، به خاطر که این جوان بوده، شوهر یا فوت کرده یا در هر صورت شهید شده یا به هر عنوانی که است و این حق اختیار به زنها نمیدن، به خصوص در هرات که اینجا جای عزیز که واقعا چون یک شهر سنتی بیشتر به خصوص در ولسوالی های هرات مساجد بسیار نقش مهمی میتونه داشته باشه. ولی در مورد تطبیق و عمل شدن قوانین چی میخواین بگوین؟ واقعا قوانین چرا تطبیق نمیشه؟ گذشته از اونم در مورد خود قوانین واقعا فکر میکنین قوانین است که اگر تطبیق شود بتونه جلوی خشونت در برابر زنان را بگیره؟ متاسفانه بازم تکرار میکنم پول فعلا قانون جای قانون گرفته و هر کس که بدترین خود گفتم حتی یک خانم به قتل میرسه. ما آگاهی داشتم که یک نفر به جرم قتل خانمش او دستگیر میکنن، بعد از نیم ساعت او به یک نوع فراری میشه از ما حوزه. این طبعا معلوم میشه که وقتی پول رد و بدل میشه جای قانون میگیره و به خاطر همی به می دلایل که واقعا مردها احساس میکنن که مالک زنها هستن و هر ظلم و هر مشکل که به وجود بیایه کسی نی از اونا بازخواست بکنه و واقعا خانمایی که از ولایت هرات به عنوان نماینده هستن هم در شورای ولایتی و هم در مجلس نمایندگان در این زمینه تا چیت به امانگیر تا حداقل اقدام داشته باشین که بتونه بر وضعیت زنان در ولایت هرات تاثیرات مثبت داشته باشه. ما مثلا چند شب پیش یک خانم رو آتیش سوزاندن و حتی من مطمئن هستم میتونستن مرد از اون امو مرد به چنگال قانون بسپرن، اما به نوعی همه اطرافی و فامیلی و حتی همو ارگان های کشفی او فراری دادن و وکیلای هرات مثلا ما هستیم به کابل وقتی که خبر میشیم
زنگ میزنیم به چند ارگان که هر چیز زودتر می افراد باید دستگیر بشه، اما وقتی که خود او ارگان ها پیسه میخورن و واقعا نمیتونن در این راستا نمیکنن کار دیگه. وکیلای هرات هم همیشه تلاش کردن، به خصوص چند تا خانمی که از هرات هستیم، ما همیشه در این راستا تلاش کردیم، صدا زنان هرات بلند کردیم، اما مهمترین موضوعی است که قانون باید تطبیق بشه. کسانی که جنایت میکنن، کسانی که واقعا خشونت علیه زن انجام میدن، و این زمان مردها از این حالت باید حراس داشته باشن که احساس کنن واقعا اینا به چنگال قانون وقتی سپرده میشن واقعا به جزا اعمال خود میرسن. سپاسگزارم خانم بارگزای، از حضور شما در بحث سپاسگزارم.